به نام خداوند بخشاینده و مهربان. چیزی را که واقعا ازش خیلی میترسیدیم حالا داره کم کم به واقعیت میپیونده. پس از آن که طالبا بارها سنگ قبر و شیشه قبر احمد شاه مسعود در پنجشیر شکستاندن و به احترامی کردن، اکنون ویدیویی نشر شده که سنگ قبر نادر شاه پدر ظاهر شاه در کابل نیز شکستانده شده و فردی که این کار را انجام داده هم هشدار داده که اگر طالبان و اعضای طالبان از به احترامی به بزرگان اقوام دیگر دست بر ندارد، این روند ادامه پیدا خواهد کرد. سلام بر شما دوستان گرامی. امروز دوم قوس است و 23 نوامبر. ویدیو هم دمی تازگی در شبکه اجتماعی دست به دست میشه که قبر نادر شاه پدر ظاهر شاه در کابل شیشهش و همچنان سنگش شکستانده شده. حتما دوستا خب میدونن که قبر نادر شاه در کابل در نزدیکی ارگیلش جمهوری هم است، اتفاقا در یک از تپه‌های بسیار نزدیک به قلب شهر کابل. و اکنون فردی که قبر نادر شاه را قسمتش تخریب کرده تانسته و فیلم هم گرفته، در تاریکی البته هم فیلم گرفتم، پیام بسیار واضحی به طالبان داره و اویی که ما اقدام بالمثل کردیم. همانگونه که شما رفتین به احترامی به مرقد احمد شاه مسعود در پنجشیر کردین، این ما هم میتونیم که این کار را بکنیم. و این نشان میده که واقعا هیچ عملی طالبان به پاسخ نمیمونه، هرچند که من شخصا هر دو نفر را در یک چشم میبینم. این کار درست نیست که حالا به هر نحوی یک فرد چی خوب بده چی بد بده، حالا مرده زیر قبر است، زیر خاک شده رفته دیگه، قبر رو شمونجا مانده، لوحش مانده. به احترام کردن به او کدام درد را هم دوانه میکنه و او را شکستاندنش هم کدام درد را دوانه میکنه و کدام کسی را در پیروزی و کدام کسی را به سوی شکست هم سوق نمیته. اما خب این نشان میده که این بحران در افغانستان چقدر جدی شده و من در اینجا بیشتر طالبان و اعضای طالبان را متهم میدانم، به خاطر از اینکه اینا بودن که اولین بار این کارو شروع کردن. متاسفانه و به احترامی اینا حکومتش شروع شد تا همین حالا که ما شما در جیران هستیم و میبینیم بسیاری از قبرهای بزرگان اقوام دیگر و همچنان جنرال حکومت پیشین را و برخی از سیاستمدارانی که در بین مردم محبوبیت داشته را شاید هستیم که به اون به احترامی صورت گرفتن. و هرچند که سیاستمداران زنده را کسی یاد قصهش نیست، ولی برخی سیاستمداران و مردانی که در گذشته در آینده سیاسی در گذشته سیاسی افغانستان داخل بوده مردم خیلی دوست داره. مثلا احمد شاه مسعود چی بخواین چه نخواین برای مردم تاجیک یک فرد تکرار ناشدنی هست، برشان یک میتونیم بگیم هویتشان هست. و یکی امروز می طالب و یک عضو طالب به قبرش به احترامی میکنه، سر قبرش مثلا عتن میزنه یا یکی شیشه قبرش رو میشکنه. خب این طبیعی هست که یک روز دیگه فرصت اگه بهادران احمد شاه مسعود پیش می این گونه قبر نادر شاه و فردا قبر یک کسی دیگه شون این گونه میشکنونه و این ما را متاسفانه به سمت یک بحران دیگه میبره. ما در وضعی هستیم و در حالت رسیدیم که حتی به مرده های خود رحم نمی کنیم، چی برسه که به زنده های خود. با این وضع همگی ما هر کاری که میکنیم هم او را صبغه ملی میتیم، اوی ما ملی هست، چینی ما ملی هست، همه ما ملی هستیم، در حالی که همهشان ملی هست. باور کنید این حکومت چه رقم کاری و کنم ملت و دیگه و دیگه کلشان دروغ است. طالبان اصلا باورمند به این مسائل نبودن و نیستن و حتی در هر سطح متاسفانه امروز در افغانستان ما شما میبینیم ملی نیست. اگر تیم‌های ورزشی است ملی نمانده، پرچم افغانستان ملی نیستن، سرود افغانستان ملی نیستن، قانون اساسی افغانستان ملی نیست، هیچ چیز تقریبا ملی نیست. هرچند قانون اساسی تا جایی را قانون اساسی خیلی خوبی در طول 20 سال ما داشتیم، ولی قانون هم عملی نشد و جایگاه و حیثیت خود از مردم افغانستان از دست داده. تاکید ما روی هست که اینمی جلوی اعضای طالبان گرفتن نشه و این میتونه بحران طور بکنه که ما سنگ قبر مانده که یک روز عکسیه که دیگه خود با سنگ بزنیم و این باید جلوش گرفته شود. طالبان باید جلوی اعضای خود بگیره، وگرنه این بحران متاسفانه اونقدر عمیق شود که یک روز همه ما شما بیشتر از حالا در اون بیسوزیم و درد رنجش را هر روز نه تحمل بتنیم و نه هم از او خلاص شده بتنیم. ویدیو هم البته در میوان کامنت ماندیم لینکش را، دوستا که خواستن ببینه. باز خیلی خود گفت که چرا ویدیوش استفاده نکرد، چون من او ویدیو را به دلیل کپی رایت نمیتونم استفاده بکنم. اما در میوان کامنت لینکش را ماندیم، هر کسی که خواستن باز میتونه ببینه. سنگ قبر نادر شاه برادر چی به مذهب پدر ظاهر شاه توسط فردی شکستنده شده است در کابل. خدا نگهدارتان.